ببینید منصور خانوم، شما که اون روز نبودین، دخترتون این مدل رو سفارش دادن. دختر من؟ بی خود حرف نزن، دخترای من خیلی هم با سلیقه. والا این لباسی که تو دوختی باباش هم خجالت میکشه تنش کنه. منصور خانوم تو رو خدا حرص نخورین، اینقدر یه ذره شربت بخورین آروم بشین، لای قربونت بشم. بفرمایید. آقا طلا خانم جون، آدم که رومال مردم اوستا نمیشه که. بلد نیست بگه بلد نیستم، بگه فقط میتونم رومیزی و دستمال و چه میدونم زی شلواری بدوزم. اه شما نمیخواد از کار من ایراد بگیرید. شما اینکه تا دیروز خودتون برای بچهاتون لباس میدوختین، لازم نکرده بیارینش میشه خیاط بعدم ازش ایراد بگیرین. مریم جون تو رو خدا بیا بخور، بخور یه ذره حالت بهتر بشه. مادر جون اون منصور خانم که چیزی نگفت که. مادر جون مگه نمیبینی الان دقیقه است خانم؟ بخور بس نکن دیگه. تو چرا واسه اینجوری مال نگاه میکنی؟ بیا منصور خانم برسون تا دم در دیگه. وا مادر جان خب شاید نمیخوان برن، اگه بخوام برن خودشون میرن دیگه. در ضمن روز اول دخترتون اومدن سفارش دادن، الان مگه حرفی هست بگی خودش بیاد. بی تربیت. منصور خانم تو رو خدا شما دلگیر نشی، این دختر من عصبانیه. خب عصبانیت چند به خالش رفته؟ طلا خانم جون بی ادبیش میکی رفته، نه بزرگتر سرش میشه نه کوچیکتر سرش میشه. اصلا خود شما خودتون ناراحت. پیمر ببینم بی تربیت، اینم بی تربیت، اینجا اصلا بلبشوه. تو اینجا چیکار میکنی الان؟ خودتون گفتیم میام ببرمش. یه برو بابا.